ما از این هستی 10 روزه به تنگ آمده ایم. بعضی آدم ها در مقطعی از زندگیشون به این نتیجه میرسن، اما وبسایتی هست که به این جور آدم ها میگه تا شقایق هست زندگی باید کرد. تانیا دربند ما رو با این وبسایت امید آفرین آشنا میکنه. Crisis Link, this is Emily. How are you doing today? My life just sucks. My friends, school, my parents. Crisis Link was started in 1969. Crisis Link خط بحران با همت چند داوطلب در آرلینگتون ویرجینیا در سال 1969 پایه‌گذاری شد. در اون زمان این سازمان برای کمک به نوجوانا راه اندازی شده بود و خطای تلفن فقط برای چند ساعت بعد از ظهر باز بود. پس از تنها 1 سال این تشکیلات شبانه روزی شد که حالا نه تنها به بحران زدگان بلکه به کسایی که به خودکشی فکر میکنن نیز یاری میرسونه. در 43 سال گذشته هدف سازمان Crisis Link کمک رسانی فوری و بازیابی امید به زندگی کسانی بوده که در موقعیت‌های حساس با مشکلات جدی و فکر خودکشی دست و پنجه نرم می‌کنند. متأسفانه کودک 8 ساله هم با ما تماس می‌گیره. بحران جنسیت و سن نمی‌شناسه. برای یه نوجوان آسون‌تره که تصمیمی ناگهانی برای خودکشی بگیره، چون هنوز به بلوغ فکری نرسیده و قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را نداره. اما افراد جا افتاده تر از زمانی که به بحران برمیخورن تا زمانی که کاملا از بهبود اوضاع قطع امید کنن و به فکر خودکشی بیفتن مدتی طول میکشه و تصمیم ناگهانی نمیگیرن. خودکشی دلایل گوناگون داره. معمولاً بیماری روانی نقش بزرگی در این تصمیم بازی میکنه. دلیل‌های دیگه هم میتونه تغییر ناگهانی مانند از دست دادن شغل، طلاق و یا مرگ و احساس گناه باشه. Crisis Link به طور متوسط روزانه 150 یعنی سالانه 55,000 تماس تلفنی دریافت میکنند. در بسیاری از فرهنگ‌ها بیماری‌های روانی و فکر به خودکشی افتادن تابو محسوب میشه و افراد راحت‌ترن با یک ناشناس که حتی اونا رو نمی‌بینه در مورد مشکلاتشون صحبت کنن تا مورد قضاوت دوست و فامیل قرار نگیرن. شماره زیادی از کارکنان Crisis Link را داوطلبان تشکیل می‌دهند. That's a very serious job to take on, especially کاری حساسه که به نجات جان افراد می‌انجامه و برای همین هر داوطلب باید یک کلاس 60 ساعته رو در همکاری با کارشناسان بگذرونه تا از آگاهیاش با این کار اطمینان حاصل بشه. سونیا یکی از داوطلبان پیش از آغاز به کار در این سازمان در انگلستان آموزگار بود و همیشه به کمک به افراد نیازمند علاقه‌مند بوده است. Life is tough and can be surprising to people. زندگی میتونه سخت و غیر قابل پیش بینی باشه. خیلی ها به ما زنگ میزنن چون در اوج ناامیدی میخوان صدای کسی رو بشنوند که به زنده موندنشون اهمیت میده و باهاشون همدردی میکنه. خیلی احساس خوبیه که در پایان یک تماس تلفنی کسی از اون طرف خط تشکر کنه. اون وقتی که من خوشحال میشم که تونستم به کسی کمک کنم. What we know then. 93% از تماس‌های تلفنی با موفقیت روبرو میشه وقتی که اونا رو از خودکشی منصرف می‌کنیم. برای 7% باقی مونده گاهی مجبور میشیم به پلیس و یا اورژانس زنگ بزنیم و تا کمک برسه با شخص پای تلفن خواهیم بود. ما زندگی مردم رو نجات می‌دهیم. همه ما انسان‌ها در درون خودمون غریزه‌ای داریم و برای زنده موندن تلاش می‌کنیم. هر چه قدم که زندگی سخت باشه می‌خوایم بدونیم که روز بهتری در پیشه که ارزش زنده موندن رو داره. برای همین هم است که با ما تماس می‌گیرن. تانیا دربند، صدای آمریکا، واشنگتن.